هر از چنگای منی که هیچ کارم دارایی ما اعلام میکنم. میام آقا من یه ماشین دارم، یه پول پیش خونه، هر کی هرچی پیدا کرد جزی مال خودش، مال خودش. خرج زندگی من کجا در میارم؟ قبلا با یکی از رفقامون عطاری داشتیم، آقای قاضی‌زاده هاشمی شد وزیر، فاتحشو خون چون عطاری‌ها رو شروع کرد جمع کردن، خودش باباش عطار بودا. جالب بود. خب بعد جمع کرد، بعد یه مدت گفتیم خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از دوستان گفتش که آقا ما یه کارگاهی داریم در باقرآباد و باقرشهر کجا، خب بیام کار بازیافت زباله. خوبه، اینا رو یه دستگاه گرفته بودیم، زباله تفکیک میشد، کارگر گرفته بودیم، بعد اینا رو گرانول میکرد که باشه همین نایلونای زباله رو درست میکنن اینا. آیا هنوچی شد شهردار دیگه آشغالا رو نمیداد بیرون. نمیدونم چی کار میکرد. نمیدونم. حکایت اینی هست توی چیز آقای چیه توی کلا قرمزی و این چیزه، هر قصهشو تعریف میکنه میگه اینجوری شد بعد چی شد فلان. آره میگه خدا روزی رسونه. خدا روزی رسونه. خب بعدش گفتیم چیکار کنیم، کار همه دستگاه رو فروختیم و یه چیزی گرفته بودیم، یه جای گرفتیم، چیکار کنیم؟ گوسفند نگرده. خب من خودم نرفتم واقعا سر بزنم، یه رفقا بقول ما یه سرمایه‌گذاری کرده بودم اونم همینطور. خب همینجوری به قول کار پیش رفت. اون موقع هم خب چیز گرون شد دیگه، گوشت گوسفند گرون شد و اینا، گفتیم الان خوبه هم تولید می‌کنیم هم خوب میشه فروخت دیگه. بعدش دیگه باز گوشت گوسفند اومد پایین. هر به قول هر دفعه میاد چیکار می‌کنم، میام هر دفعه من بعضی موقع خانم ازم می‌پرسه میگه که الان مشغول چه کاری هستی؟ میگم روزمون داره میرسه الحمدلله. اینه جزئی نه، کسی هست بیاد بگه ها بگه تو مثلا اینو داری. آره یه برهه مثلا من توی مجمع تشخیص بهم گفتن بیا اینجا مشاوره بده. چرا اصلا گفتم باشه، چون که مشاوره سانی دادم بیاد گفتن بیا فرمو پر کن. گفتم چی گفت کسی که اینجا کار میکنه باید فرمم پر. فرم پر کردم، یه روز رفتم دیدم یه چکی گذاشتن روش جلوم، گفتن 800,000 تومان. 850,000 تومان، 800,000 تومان. تومن ها. گفتم چی گفتین؟ بالاخره تو جلسه شرکت کردی حق جلسه است. همونجا پشتش امضا کردم. گفتم ما اونجا بالاخره پذیرایی شده میبه چیزی آوردن مال خود. مال خود من نمیخوام از بیت المال به زندگی وارد شه. خدا روزی رسونه، نمیگم وضعم متوسط، متوسط به پایین هست. محلی هم که زندگی میکنم بارها گفتم علنی گفتم تا من از اتوبان رسالت بالا نخواهم رفت. چرا؟ چون به خانوادم هم گفتم، گفتم این فیلم کنم من ماشین خاصی بخوام بخرم، برای من آزاده به کسیش ربطی نداره. بله برای چه این کار خصوصی دارم میکنم به هیچ کی ربطی نداره. اما چرا؟ چون دوست ندارم از مردم فاصله بگیرم.